شنوندگان عزیز، ساعت 17:14 است در شهر زیبای استکهلم. در کنار شما نازنینا هستیم و جناب رستمی عزیز، آقای رستمی عزیز، وکیل خوب خودمونو که روزهای چهارشنبه بعد ساعت 5 بعد از ظهر معمولا یا از طریق آنلاین یا در استودیو هستن و در کنار خودمون داریم. و اگر اجازه بدید من درودی بفرستم خدمت آقای رستمی عزیز. آقای رستمی، بسیار بسیار به استودیو خوش آمدید. قربان، سلام عرض میکنم آقای زادی، خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز. امیدوارم که هم شما و هم دوستان عزیز سال تعطیلات خوبی رو پشت سر گذارن باشن و سال بسیار خوبی رو شروع کرده باشن. با یک دنیا سپاس از شما و اینکه این وقت رو گذاشتید. من میدونم امروز هم بسیار کار داشتید، ولی این وقت رو گذاشتید که بتونیم در استودیو در کنار عزیزانمون باشیم. آقای رستمی، گویا شما مطلبی رو قبل از سوال جواب ها دارید. بله، خوشحال بله. میشیم که بشنویم. اگه من اجازه بدید چند دقیقه توضیحاتی در مورد پیشنهاد اخیر دولت در مورد تغییر قوانین مربوط به اقامت کاری رو در موردش یه مقدار توضیح بدم. خواهش. بعد به ادامه برنامه بپردازیم. از سال اوایل سال گذشته دولت یک گروهی رو تشکیل داد جهت بررسی انجام رفرم در قوانین اقامت بر اساس کار. این در واقع هیئت و یا کمیسیون در تحقیقات خودش رو در واقع شروع کرد و در دسامبر همین چند هفته پیش پیشنهادی رو در واقع به لاگ رودت ارسال شده که در واقع اونا هم نظر در واقع بررسی های قانونی این مورد رو انجام بدن و که در واقع بعداً به پارلمان قرار ارسال بشه جهت تصویب قانون و اجرا که قرار است از تابستان سال آینده در انتباخش همین امسال به اجرا گذاشته بشه. تغییراتی که در واقع رفرمی که دولت پیشنهاد داده چند مورد هستش که برخیاش بسیار مفیده و برخیاش هم جدیده، منتها اخیر در چندین سال گذشته بر اساس احکام دادگاه عالی در واقع این جزئیات اجرا گذاشته شده و همونها رو هم دولت قراره که این رو به عنوان قانون در پارلمان به تصویب برسونه. یک مورد بسیار خوبی که در واقع قراره پیشنهاد دولت هست اینه که به افرادی که تحصیلات عالی دارند ویزای کاریابی و یا تأسیس شرکت، بررسی امکان تأسیس شرکت در سوئد داده بشه به مدت 9 ماه. چندین شرط داره این قضیه. یکی اینه که فرد حتما باید تحصیلات عالیه داشته باشه، تحصیلات دانشگاهی داشته باشه. چگونه تحصیلاتی داشته باشه؟ دولت در پیشنهاد این گونه هستش که تحصیلات دانشگاهی 3 ساله، 4 ساله وجود داشته باشه و ولی محدودیتی بر نوع تحصیلات قائل طبق معمول قائل نمیشه پیشنهاد. منتها شرط تحصیلات دانشگاهی گذاشته شده و اینکه در این دوران 9 ماه که بهشون ویزا داده خواهد شد، فرد متقاضی فقط میتونه ویزا کسب کنه، اعضای خانوادهش در اون برای اون مدت ویزا داده نخواهد شد و فرد باید بیمه داشته باشه، هزینه بر زندگی 9 ماهش تامین باشه که بتونه وارد سوئد بشه. در عرض 9 ماه اگه تونست کاری پیدا بکنه که در سوئد بمونه و درخواست اقامت کاری بکنه و یا اگر امکانش باشه شرکت تأسیس بکنه و درخواست اقامت بکنه که بتونه در واقع درخواست همچین افرادی از داخل سوئد در داخل سوئد بررسی خواهد شد بدون که کشور رو ترک بکنن. مورد دیگه اینه که اگر اشتباه های ریز و در واقع ناچیز به قول معروف در شرایط کاری فردی که اقامت کاری داره صورت گرفته باشه، در لغو اقامت اینها سختگیری آنچنانی نخواهد شد و اقامت و در تمدید اقامت ها هم در واقع اگر اشتباه ناچیزی باشه و اخراج این گونه افراد معقول نباشه با توجه به سایر شرایطش، این هم یه مورد جدیدی که در واقع در این مورد سختگیری کمتری خواهد شد.
موقع اقامت در واقع تصمیم گیری اداره مهاجرت، فرد متقاضی و کارفرما باید قبلا اینجوری بود که یه جاب آفر آن سینسربیو دانده به اداره مهاجرت فرستاده میشه. الان شرط در واقع قرارداد نیز وجود داره که در اونجا در واقع کارفرما و فرد کارمند و شاغل باید قرارداد کاری هم ارائه بدن. اگر در دورانی که اقامت صادر شده تغییرات اساسی یا تغییرات عمده‌ای در شرایط کاری به وجود بیاد در حین اون اقامت اول، دوران اول، این رو کارفرما موظف میشه که حتما باید کتبی و با مشخصات کامل که چه تغییرات صورت گرفته رو به اداره مهاجرت اطلاع بده. تا به حال این گونه بوده که شرط امرار معاش فقط شامل این میشد که فرد حداقل نرم در واقع درآمد رو 13000 کرون اداره مهاجرت تعیین کرده بود، ولی الان شرط امرار معاش گذاشته و فرقی نمی کرد که این 13 فرد متقاضی تنها باشه و یا تعداد اعضای خانوادهش به 4-5 نفر هم حتی بعضا میشد، به اینا هم بر اساس همون 13000 کرون حقوق داده میشد، اقامت داده میشد. منتها الان شرط، یعنی قراره که شرط امرار معاش گذاشته بشه، فرد با توجه به تعداد اعضای خانواده باید بر اساس اون درآمد به اندازه کافی داشته باشه که کفاف زندگی و امرار معاش هم فرد خودش هم اعضای خانوادهش رو بده. در اینجا من وقتی که از اصطلاح فشاینس کراو صحبت، شرط امرار معاش صحبت میشه، در قوانین مهاجرت تا به حال اینگونه تفسیر شده که هم درآمد کافی، هم مسکن مناسب و با استاندارد معمولی. در پیشنویس قانون به مورد مسکن مناسب اشاره‌ای نمیشه، منتها از اصطلاح فشارنس کراف، شرط امرار معاش، اشاره میشه. حالا در آینده اداره مهاجرت و دادگاه عالی مهاجرت چگونه این مسئله رو در تفسیر خواهد کرد، این مسئله، این در واقع سوال آینده است، ولی به احتمال زیاد وقتی که صحبت از شرط امرار معاش میشه، علاوه بر درآمد یعنی حقوق، شرط مسکن نیز جزوی از این در واقع امرار معاشه و بنابراین به احتمال خیلی زیاد شرط مسکن مناسب نیز در واقع برای این کاتگوری هم گذاشته خواهد شد. یک مورد دیگه هم که در این قانون جدیده اینه که افرادی که نوعی اقامت موقت دریافت می‌کنند بشه که اینها رو، یعنی اقامت کاری وقتی کسی کسب میکنه و در قبل از اینکه اقامت دائم بشه، اگه فرد بخواد شرکت تأسیس کنه، این تغییر استاتوس برای این گروه راحت تر بشه. یعنی فردی که اقامت کاری داره بتونه بعد از مدتی اگر شرایط که به خاطر اون اقامت گرفته خوب پیش رفته باشه ولی فرد بخواد که شرکت به عنوان مثال تأسیس کنه، این امکان تغییر استاتوس وجود داشته باشه، یا برعکس فردی که اقامت بر اساس سرمایه گذاری کسب کرده اگه بعداً بخواد استخدام شرکتی بشه، این تغییر استاتوس امکان پذیر باشه. این هم مورد جدیدیه که در واقع در قانون این قید خواهد شد. مورد دیگه، صحبت زیاد شده در مورد این قضیه که افرادی که پناهجو هستند هم شامل این بشن. یعنی افرادی که پناهجو هستند میتونن که بعد از اتمام پروسه پناهندگی اگه کار داشته باشند بتونن اقامت کاری کسب بکنن. این کماکان این امکان وجود خواهد داشت. در این مورد زیاد صحبت شده که این شرط، این قانون رو برداشته بشه، ولی این پیشنهاد قانون در مورد این مورد، در این مورد، این موضوع این رو تغییر نمیده و در تغییر اصلا نمیده و این امکان رو هم و هیچ تغییراتی هم در این مورد انجام نمیده. یعنی اینکه فرد باید 4 ماه کار کرده باشه که بتونه درخواست اقامت کاری بکنه، که این تغییر نمیکنه و یعنی هیچ تغییری این مورد نمیکنه. که خیلی ها نگران این موضوع بودن که این شرط و کلا برداشته بشه، ولی خب این رو در این تغییر قانون برداشته نمیشه این شرط. منتها ریکس ریویشونس ورکت قراره که در این مورد یه تحقیقات کلی انجام بده و در واقع در این تحقیقات کلی به این نتیجه رسیده، به این موضوع رسیدگی خواهد شد که آیا
شرط تغییر در واقع تغییر ریل یا تغییر مسیر برای پناهجوها رو کلا برداشته بشه یا چه تغییراتی در این مورد انجام بشه، این رو دولت موکول کرده به آینده. و یه مورد بسیار مهمی که این در آمریکا خیلی رایج از سالهای سال است که این رایج اصطلاحا بهش گفته میشه advance parole، یعنی افرادی که درخواست اقامت کاری میکنند، این در حال حاضر سوئد هم این گونه است، خیلی طول میکشه، یعنی کم کم یک سال میتونه طول بکشه، در بعضی موارد سه سال هم طول کشیده. در مدت زمان انتظار به بررسی و انتظار به تصمیم بررسی، فرد متقاضی میتونه که درخواست ویزای سوئد رو بکنه که در واقع در اون دورانی که به درخواست رسیدگی میشه فرد بتونه مسافرت، اگر تعطیلاتی داشت مسافرت بره، و یا اگر مأموریت کاری اصلا میتونه داشته باشه، مأموریت کاری خارج، خب اون امکان وجود داشته باشه که علارغم اینکه فرد اقامت هنوز در مهاجرت تصمیم گیری نکرده و اقامتی صادر نشده، بتونه در اون دوران مسافرت بره و خارج از کشور سفر بکنه. این هم تغییر بسیار مناسب، خوب و اساسی که در این قانون جدید قراره به اجرا گذاشته بشه. شرط امرار معاش از تابستان پارسال در واقع برای همه کاتگوری ها گذاشته شده. فردی که اقامت دائم میخواد کسب بکنه حتما باید، هر فرد، هیچ فرق نمیکنه، فرد اعضای خانواده و خود نوعی اقامت موقت داره، حتما باید بتونه از طریق کار کردن و یا تأسیس شرکت، درآمد از طریق شرکت داری باید وجود داشته باشه که بتونه اقامت دائم کسب بکنه این فرد. این در مورد اقامت کاری هم در واقع این در حال حاضر اجرا میشه. علاوه بر این شرط امرار معاش از اول نیز برای گروه افرادی که اقامت کاری میخوان بگیرن برای اونها گذاشته میشه. این هم یک تغییر در واقع مناسب اگه بگیم به کشور سوئد و به کلیت جامعه رو در نظر بگیریم، خب به نفع جامعه است، ولی خب شاید برای بعضی از افرادی که قبلا فقط با 13000 کرون میتونستن اقامت بگیرن، دیگه از این به بعد این امکان وجود نخواهد داشت، یعنی از تابستان آینده. افرادی که اقامت کاریشون سوریه و یا تقلبی صورت میگیره، این رو نیز در قانون یک ماده خاصی گذاشته خواهد شد که قید خواهد شد که بر اساس این اگر مشخص بشه که فرد تقلبی صورت داده و استخدام سوری بوده یا هر چیزی، این اقامت بشه لغوش کرد. البته این همیشه در قوانین مهاجرتی این گونه بوده که فردی که دروغ میگه و تقلب میکنه، خب این اقامت پس گرفته میشه، ولی در مورد اقامت کاری زیاد بررسی هایی انجام نمیگیره. همین که فرد مدارک سوری رو ارائه میکرد راحتی میتونست اقامت بگیره، ولی تحقیقات آنچنانی انجام نمیگیره. ولی از این به بعد خب این مسئله هم تحقیقات مهم مفصلی انجام خواهد گرفت و هم این که مورد یه ماده قانونی هم در برای مورد ایجاد خواهد شد که اداره مهاجرت بر اساس اون بتونه تجلوی تقلب ها رو بگیره. افراد سابکاری که این کارو میکنه چی؟ بله، سابکار هم که اگر در واقع وقتی گفته میشه که این سوری اقامت فرد باطل میتونه بشه و برای کارفرمایی که در این مورد شرکت داشته نقش داشته، برای اونها هم یک ماده قانونی خاصی تعیین خواهد شد که بر اساس اون فرد بتونه در واقع اداره مهاجرت یعنی دادگاه ها در واقع بگیم یا دادستان میتونه اعلام جرم کنه که بر اساس اون افراد میتونن محکوم بشن، یعنی صاحبکارا. اینها جزئیاتی بود که در واقع اساسی و در بعضی مورد خوب و در بعضی موارد نه چندان خوب قرار اجرا بشه و فعلا همین. البته این هنوز به پارلمان فرستاده نشده بعد از اظهار نظر لاگ رودت که در واقع نقش مشاورتی داره، چون لاگ رودت هیچ تغییری در این متن پیشنهادی ارائه نمیده، فقط متطابقت این
تطابق چی میگن تطابقات این قانون با سایر قوانین رو بررسی میکنه که تضادی با سایر قوانین وجود نداشته و اجرای اون در عمل از نظر تکنیکی به اصطلاح مانعی برای این مسئله وجود نداشته باشه، ولی اونا هیچ تغییری رو در واقع متن قانون انجام نمیدن، پیشنهادی انجام نمیدن، ولی امکان داره که این پیشنهاد به پارلمان که برسه در اونجا تغییراتی اگه پارلمان یعنی نماینده های پارلمان بخوان از احزاب مختلف تغییرات در این بدن و اکثریت با اونا باشه، طبیعتا تغییراتی رو میتونن که در اونجا بهش اضافه بشه. ولی خب در این پیشنهاد دولته و به احتمال خیلی زیاد این مسئله نیز در این پیشنهاد در پارلمان به تصویب خواهد رسید. بسیار نیکو، بسیار نیکو، سپاسگزارم به خاطر توضیحاتی که دادی. و دوستان فراموش نکنید که اگر مایل بودید که توضیحات جناب رستمی عزیز رو مجدداً بشنوید، فقط کافیه که به سایت یوتیوب برید، نیما رستمی با تاریخ روز رو بنویسید، یا به سایت همسفر رادیو نقطه اس ای برید و بر روی عکس ایشون کلیک کنید. آقای رستمی اجازه میدید که من سوالایی که از طریق اس ام اس اول اومده رو خدمتتون بگم؟ خواهش میکنم. دوستی از ایران نوشتن: سلام، سارا هستم از ایران، 35 ساله، دو سال هست که با یک آقای ایرانی که پاسپورت سوئدی دارن ازدواج کردم. یک پسر 16 ماهه از ایشون دارم که ایران متولد شده و از طریق سفارت پاسپورت سوئدیش رو هم گرفته. شوهر من به دلیل یک مشکل مالی که در سوئد داره نمیتونه از طریق بخش کنسولی سفارت برای مهاجرت من اقدام کنه. به همین دلیل، البته ایشون نوشتن معذرت مام نوشتن، به دلیل شوهر من به دلیل یک مشکل مالی که دارند نمیتونه از طریق بخش کنسولی سفارت برای مهاجرت من اقدام کنه. به همین دلیل میخواستم از قسمت ویزا درخواست ویزا بدم و همراه پسرم به سوئد بیام و اونجا درخواست اقامت برای ماندن به همراه فرزندم رو بدم. آیا امکانش هست و در صورت امکان من باید چه نوع ویزایی درخواست بدم؟ ممنون. ویزای توریستی، ویزای شنگن، ویزای ملی، هر کدومش رو که سفارت در مد بخواد با دید مثبت به این قضیه نگاه بکنه به شما میتونه بده، چه فرق نمیکنه. منتها مسئله این که آیا سفارت و یا اداره مهاجرت همچین ویزای رو صادر خواهد کرد یا نه، این کاملا واضحه که شما اگه بیایید سوئد بر نمیگردید، به خاطر حداقل به خاطر فرزندتون شام شده و شوهرم که دارین، طلاق نگرفتید. بنابراین اینکه فرزند شما شهروند سوئدی از بعد به تولد شهروند سوئد بوده به خاطر پدرش که خب این جای شکی نیست در این مورد، ولی خب ایشون مقیم سوئد نیست، بنابراین و مادامی هم که شما متأهل هستید، شوهری در قید حیات اگه بگیم وجود داره، بنابراین در درجه اول درخواست شما بر اساس پیوند خانوادگی با ایشون بررسی خواهد شد و در اونجا اگر ایشون شرایط امرار معاش رو نداشته باشند که به نظر میرسه این گونه باشه که ایشون به خاطر مشکلات مالی که داره یا درآمد کافی نداره و یا قرض در کرونفوک داره که نمیتونه از بیشتر از حد معمول درآمد داشته باشه و یا مسکن مناسبی نداره، به هر حال اون شرایط امرار معاش رو نداره، به نظر اینجوری میاد. درسته. و خب تا مادام که این مشکل هست و این قضیه اقامت شما به مشکل برخواهد خورد، و ولی مگه اینکه شما یک روزی به هر حال طلاق اگه بتونید بگیرید یا همچین اتفاقی بیفته و شما خودتون رو به سوئد برسونید به هر طریقی، بعدن از داخل سوئد میتونید درخواست بدید، ولی خب آینده رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی وقتی که شما با یک فرزند که شهروند سوئد در سوئد باشه، خب اون اخراج نمیشه، نخواهد شد هیچ وقت سوئد، و شما وقتی که شوهری در کار نباشه به خاطر پیوند خانوادگی با فرزندتون بخواید درخواست اقامت بدید، خب با این درخواست حتما موافقت خواهد شد چون شرط امرار معاش با فرزند وجود نداره. منتها خب اگر این تحت شرایطی که شما مجرد باشید، یعنی طلاق گرفته باشید ولی در حالی که متأهل هستید و شوهری هم وجود داره، اون در درجه اول درخواست شما بر اساس پیوند خانوادگی با ایشون بررسی خواهد شد و در اونجا هم ایشون به نظر نمیرسه که شرایطشو داشته باشه. در صورت من فقط توضیح هم بگم که آقای رستمی پیشنهاد نمی کنن که شما طلاق بگیرید. نه نه اگر نه 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 این شرایطو داشتید به این سبک خواهد. من این توضیحاتو میدم که به خاطر اینکه قوانین این گونه هست و افرادی هستن که آزادی که همچین مواردی پیش اومده، چون موضوع صحبت بله ما بله. فقط این دوست شنونده
کننده نیست صد که به تعداد زیادی به این برنامه گوش میکنند. سپاسگزارم. ما اول 2398 هم من ببرم روی خط. جانم بفرمایید بر روی خط هستید. سلام آقا نوید. قربان شما. بفرمایید. خواهش میکنم. من میخواستم یه سوال داشتم، میخواستم وارد این کشور شدم. نه صداتون قطع است شد. چه تاریخی فرمودین؟ 2016 وارد این کشور شدم. من بعد دو سال حدودا من منفی گرفتم و تا حال بعد اون 2018 من سیاه زندگی کردم. سه سال خورده تقریبا شده. من فقط میخواستم بدونم که چجوری من میتونم پیگیری کنم که کی پروندم باز میشه. افرادی که پناهجو بودند و جواب منفی نهایی رو میگیرند، این جواب در واقع با درخواست اقامت این فرد وقتی مخالفت میشه، در کنار اون اداره مهاجرت یک حکم اخراجی هم میگیره. این حکم اخراجی در واقع 4 سال اعتبار داره و این 4 سال اعتبار از آخرین در واقع جواب منفی حساب خواهد شد. اون رو دیگه خودتون تاریخ دقیقش رو باید اطلاع داشته باشید که حالا 3 سال طی شده و اگه تا به حال برنگشتی و امکانش وجود نداره، شما اگر در اینجا موندید 4 سال باید از تاریخ آخرین جوابتون اگه بگذره دوباره میتونید که درخواست پناهندگی بکنید. در این 4 سال فردی که مثل شما پناهجو بوده و جواب نهایی رو گرفته، اگر شرایط جدیدی وجود داشته باشه، شرایط جدید رو فقط میتونه مطرح بکنه. شرایط کاملا جدید باید باشه و هیچ ربطی به اون کیس قبلی و اولیه نباید داشته باشه. اگر این وجود نداشته باشه و فرد به هر دلیلی نمیخواد برگرده یا نمیتونه برگرده، 4 سال باید صبر بکنه و بعد از 4 سال، دقیقاً 4 سال باید پر بشه، بعد بشه که یه درخواست جدیدی به اداره مهاجرت داد. یعنی من بعد 4 سال دوباره میتونم همون کیس ارائه کنم؟ همون کیس رو ارائه بکنید، یک بررسی جدیدی خواهد شد از این موضوع. اگر وضعیت تغییری کرده باشه، وضعیت حالا با توجه به کیسی که مطرح میکنید، وضعیت اگه وضعیت در کشور خودتون و در اینجا اگه اینجا که تغییری به اون صورت نکرده، در کشور خودتون ایران هم اگه باشه که اون گونه تغییری نکرده، بستگی داره این 4 سال شما چیکار کرده باشی که در واقع اون کیس اولیتون رو پررنگتر اگه کرده باشه طبیعتا تاثیر میذاره. و الا بگید شما بیایید اون حرفای قدیمی رو تکرار بکنید، دوباره جواب منفی خواهد بود. بعد یه سوال دیگه من می‌خواستم بدونم، آیا من میتونم با زنگ تلفن زنگ زدم به اداره مهاجرت تاریخ دقیق بپرسم؟ شما خب اون تصمیم ها رو اگه نداشته باشید، بله میتونید اون به هر حال به جوری این تصمیم گیری هایی که شده رو پیدا بکنید که تاریخ دقیقش رو بتونید مشخص بکنید. ممنون از شما. سپاسگزارم از شما. موفق و پیروز باشید. 9838 43 درود بر شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام های آزادی. قربان شما. بفرمایید. و مهمون تای رستمی. من یک سوالی داشتم در مورد این قضیه ویزای کاری و احتیاج به درآمد مالی برای اقامت دائم. آقای رستمی فرمودن که در حال حاضر فقط 13,000 کرون هستش که آدم نشون بده کسی که با ویزای کاری اومده و میخواد به اقامت دائم اقدام بکنه. سوال من اینه که بعضی هستن خب میان، یکی از اشخاص اومده، یکی از یا حالا یا شوهر یا همسر خانم اومدن با ویزای کاری اومدن و اون شخص دوم بچه دارن، داره از بچه ها مراقبت میکنه. اگر این مثلا شخصی که شخص اصلی که با ویزای کاری اومده و فرض کنین مثلا درآمدش مثلا ماهی 25-30,000 کرون هستش، موقعی که میخوان اقامت دائم بگیرن، اون همسر دوم هم باید حتما کار داشته باشه یا همین که اون مثلا توی خونه هستن و خانه دار هستن و از بچه ها ما مراقبت میکنن، اون کافی هستش که وقتی که درآمد بالا داشته باشن؟ ببینید، افرادی که بزرگ سالند، متن قانون این گونه است: هر فردی که در حال حاضر اقامت موقت داره و میخواد اقامت دائم کسب کنه، حتما باید خودش بتونه امرار معاش داشته باشه از طریق استخدام شدن در یه شرکتی و یا از طریق شرکت داری. افرادی که اقامت کاری دارن خودشون، خب اونها نمیتونن که شرکت داری بکنن، چون اجازه این کار رو ندارن، فقط میتونن که همون در چارچوب اون اقامت کاری خودشون کار بکنن. اونا که تکلیف مشخصه، این فرد اول باید بتونه درآمد به اندازه‌ای داشته باشه که خودش رو تأمین بکنه
و همینطور که اول صحبت اشاره کردم اصطلاحا گفته میشه فشارنینگسکراو گذاشت، شرط امرار ما. شرط امرار ما شامل دو چیز، درآمدی و مسکنه. برای این قبیل افراد نیز شرط در واقع هم درآمد باید به اندازه‌ای باشه که کفاف زندگی رو بده، و کفاف زندگی که میگیم یک امرار معاشه و یه دونه هم هزینه مسکنه. بنابراین اون هزینه مسکن هم الان اضافه میشه بر اون مبلغ درآمد. هزینه مسکن هم که چقدره، خب هزینه واقعی اینو نشون میده، یعنی رقم ثابتی برای این مورد نداریم. بنابراین یه رقم واقعی در مورد هزینه مسکن و درآمد که کل این باید به اندازه‌ای باشه که کفاف زندگی این فرد رو بده. افراد مسن بالای 18 سال خودشون باید کار داشته باشند و درآمد داشته باشند. اعضای خانواده خب طبیعتاً توی یه خونه، تا یه آپارتمان، توی یه خونه زندگی میکنند، و یعنی یه فردی که اقامت کاری داره، یه آپارتمان 3 اتاق داره، طبیعی است که همسرش و فرزند کوچکش هم خردسالش هم در اونجا زندگی بکنند. این قابل درکه. ولی همسر نیز باید خودش امرار معاش بکنه بر اساس درآمد خودش. در همچین حالتی که شما مثالی که شما زدید، یک خانواده 3 نفر است که فرزند زیر 18 سال هست و زن و شوهر هستند. به عنوان مثال شوهر کار میکنه، از طریق کار درآمد داره و مسکن هم دارن، مسکن مناسب هم دارن، درآمد به اندازه کفاف زندگی خودش و هزینه مسکن رو میده. اونطور اون همسر باید حتما خودش از طریق درآمد کار و یا شرکت داری باید خودش هم درآمد داشته باشه. اگر نداشته باشه، با اون کودک، اگر فرد اصلی که اقامت کاری داره بتونه درآمد کافی داشته باشه، به خودش، به اون فرزند کوچک زیر 18 سال اقامت داده میشه، ولی همسر باید خودش کار داشته باشه. اگر نداشته باشه، درآمدی نداشته باشه، اقامت ایشون موقت خواهد بود، ولی اعضای خانواده اقامت دائم کسب خواهند کرد. فرقی که در واقع به وجود میاد نسبت به قدیما اینه، یعنی اون فردی که خودش کار نداره و درآمد نداره، یعنی همسر، اخراج نمیشه، بلکه یک اقامت موقت 2 ساله دیگه هم کسب میکنه، یا 13 ماهه یا 2 ساله کسب میکنه که بعداً به مرور زمان بتونه بعد، یعنی تا اقامت درآمد از طریق کار و شرکت داری نداشته باشه، اون ایشون هیچ وقت نمیتونه اقامت دائم کسب بکنه، بلکه اقامت همینطوری موقتی تمدید خواهد شد. یعنی با اینکه بازم مثلا بچه دارن، باید مراقب بچه کوچیک باشه، هیچ فرق نمیکنه، حتما باید مثلا بله بعد از 4 سال ایشون اقامت موقت کسب خواهد کرد. ولی اگر به هر دلیلی بعدن هم، بعد از مدت ها هم نتونه حتی اقامت موقت کسب کنه، ولی بعد از مدت ها هم نتونه کار و درآمد داشته باشه، به هر حال یه مورد دیگه هم هست که به خاطر وابستگی به کشور میتونه که اقامت دائم کسب کنه، ولی خب اون دیگه یه برنامه جدایی و سالهای سال میتونه طول بکشه. بله درست. خیلی سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما، بفرمایید. سلام، عصرتون بخیر آقای زدی و جناب رستمی عزیز. خواهش میکنم، بفهمید. آقای رستمی، من یه سوال داشتم در مورد خانومم اینا که اومده بودن با مادر خانوم، کلا فامیلی اومده بودن سازمان ملل، بعد اینا یه مدت اصلا پاسپورت نداشتن، چون مال افغانستان هستیم، خب خیلی سخت بود که واسه اینا تسکیره درست کنیم اینا اونا، تا اینکه این قانون جدید اومد به خاطر این وضعیت فعلی افغانستان که ما میتونستیم واسه خانم هم مثلا سرمین پاس یا اینکه رفلکومند درخواست بدیم. بعد حالا اینجا یه مشکل خورده، وقتی که خانم هم با مادر خانم هم رفتن واسه رفلکومند درخواست بدن، واسه مادر خانم هم که اوکی شد اومد، ولی از خانم هم یه سوالی پرسیده بودن که شما پاس افغان دارید یا نه، بعد خانم گفته بود بله داریم، چون منظورش همون پاس افغانی بود که اینا تونسته بودن باهاش از ایران مسافرت کنن به سوئد. ولی الان واسه خانمم که واسه مادر خانمم اومد پاسپورتش، ولی واسه خانمم نگا ببخشید، پاسپورت منظور تابعیت سوئد دیگه ها، منظور پاسپورت چیه؟ نه، پاسپورت افغانستان، وقتی که اینا سازمان ملل اومدن از ایران اومدن سمت سوئد، بعد 2016 اینا پاسپورتشون تموم شد دیگه، وقتش دیگه اعتبارش تموم شد. بعد خانمم به خاطر اینکه شرایط امبارات افغانستان خیلی سخت بوده، باید مثلا تذکیره درست میکردیم اینا اونا، خب نمیشد، در حال خیلی سخت بود، تا اینکه
وضعیت فعلی افغانستان جوری شد که اداره مهاجرت گفت میتونن مثلا رفل کومن یا که فریمینگ پاس فریمینگ پاس درخواست داده بشه. بله بله. بعد ما خانومم با مادر خانومم رفتن وقت گرفتن واسه رفل کومن پاس، بعد به مادر خانومم تعلق گرفت. من متوجه نمیشم که خانومت و مادر خانومت ایران هستن یا اینجا هستن. نه اینجا هستن، اینجا هستن. خب چون که پاس افغان نمیتونستن بگیرن به خاطر شرایط فعلی افغانستان. بله اقامت دارن که از این بله پناهنده های سهمیه ای هستن در واقع، درسته؟ بله بله بله. خب. بله بعد الان ارنده مثلا پلیسه خانم ما اینا میگرداشتن میگن شما گفتید که پاسپورت دارید، پس شما بعد اینجوری هم گفتن که شما سیاسی اومدید چطور رفتید دوباره درخواست پاسپورت کردید، یعنی چجوری شما پاسپورت داشتید درست. در حالی که خانمم خب با همون پاسپورت از ایران پاشد اومد اینجا، این دیگه به سفارت نرفته که. بعد الان اینا پولیساش استوب زدن هیچ جوابی هم نمیدن. باز ما با یه هندلگره صحبت کردیم، اون گفتش که شما میتونید اصلا کلان استوب بدن بگی ما نمیخوایم این پاسپورت ها، چون 8 سال خانمم تموم شده. گفت میتونید شما اصلا مدبوریه رو درخواست بدید، چون که من که شوهرشم مدبوریه رو دارم الان 2 سال نصفه. بعد الان منتظریم ولی هیچ جوابی نگرفتیم. نه عزیز این به نظر میرسه که خب مسئله اون نیست. خب به نظر میرسه که خب وقتی اگه همچین حالتی پیش بیاد، اگه این موضوع مطرح شده باشه که شما اصلا چگونه پاسپورت تهیه کردی در حالی که پناهنده هستید، خب اون قضیهش فرق میکنه. یعنی در واقع یا دو تا حالت میتونه وجود داشته، یا اینکه کلا این ترایل داکومنت به شما تعلق نمیگیره، یا اینکه بدتر از اون بگن که خب شما اصلا استحقاق پناهندگی رو ندارید که دروغ گفتید از اولش، چطوری پاسپورت تهیه کردید در حالی که پناهنده هستید. خب این موضوع جدیه. توضیحات آیا پاسپورتی که از اول شما میگین داشتند اینها اینو به اداره مهاجرت تا به حال نشون دادن ارائه کردن؟ خب این همون پاسپورتی که بود که اینا تونستن از ایران مسافرت کنن بیان داخل. یعنی اقامتی که در سفارت از طریق سفارت صادر شده بر اساس اون پاسپورت صادر شده. بله مثلا اون پاسپورت صادر شده بود. خب ولی خب درسته، خب اگر همچین اتفاق افتاده باشه خب قاعدتا مسئله لغو اقامت مطرح نیست، فقط استاتوسش مهمه که آیا به این فرد ترافل داکومنت یا فرینگس پاس داده بشه یا نه. به نظر من خب اگر اون پاسپورت داشته که از اول با اون وارد سوئد شده و الان اعتبارش تموم شده و با وضعیت موجود این خانم شما نمیتونه پاسپورت افغانستان از افغانستان یا سفارت طریق سفارت تهیه بکنه، قاعد حداقل اینی که بهش فریمینگز پاس در واقع حق اینو داشته باشه که فریمینگز پاس بتونه دریافت بکنه. حالا چرا اینقدر تعلله خب من سر در نمیارم، ولی به نظر میرسه که همه فریمینگز پاس رو حداقل بهش در واقع در این مورد تصمیم گیری بکنه در مورد که بهش بده. بعد جالب اینجاست که مادر خانومم، خواهر خانومم، با دو تا برادر خانوم همه اینا گرفتن، فقط مال خانوم من استوب مونده، این مهمه. بعد مادر خانوم و خواهر خانومم رس دکومنت هم گرفتن اتفاقا، ولی واسه خانوم منو استوب زدن. بعد با یه هنلگره دیگه صحبت کردن، گفت شما میتونید این رس دکومنت استوب بزنید، کلا مدبوریه رو درخواست کنید، چون گفت شما الان شرایط اینو دارید که مدبوریه رو بگیرید. درسته. حالا اون که بحث دیگه است، در هر حال ایشون اون درخواستش رو بفرسته، اینا دو تا درخواست مختلفن، ربطی به هم دیگه ندارن. ایشون درخواست تابعیتش رو بفرسته حتما، و من فکر می‌کنم که نیاز، چون خود بررسی درخواست تابعیت 2-3 سال طول میکشه، یعنی در عرض این 2-3 سال ایشون پاسپورت نداره و طبیعتاً مسافرتی نمیتونه. من فکر نمی‌کنم معقول باشه که ایشون درخواست فریمینگز پاسش رو پس بگیره، هر اونو میتونه ادامه بده، در نهایت داره مهاجرت در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد، یا بهش میده یا نمیده، و لازم نیست اون پس بگیره طرف، و ضمناً درخواست تابعیت هم بفرسته که اونم بررسی میشه به موقعش. من بسیار از شما سپاسگزارم، آرزوی موفقیت می‌کنم. خواهش می‌کنم آقای رستمی عزیز، با عرض پوزش، من اینقدر تعداد اس ام اس ها زیاد
شد، تماس ایشون هم طولانی شد. اگه اجازه بدید من اسمس ها رو اول بپرسم. دوستی نوشتن زمانی که اقامت کاری داریم چقدر میتونیم شوکسکریو باشیم؟ فردی نیاز به یک عمل جراحی داره که دوره نقاهتش بیشتر از یک ماه میشه، آیا این قضیه میتونه مشکل ساز باشه برای تمدید دو سال دوم اقامت کاری؟ نه خیر، افرادی هم که اقامت کاری دارن میتونن که مریض بشن و حتی اگه فرد اگه باردار بشه، بچه دار بشه، میتونه که در خونه باشه به مدت یک سال و در واقع اقامتش هم حفظ خواهد کرد. منتها اون چیزی که مسئله است مسئله امرار معاشه، یعنی فرد درآمدش در دوران اقامت موقت هیچ وقت نباید ماهانه زیر 13000 کرون باشه. بنابراین مشکل موقعی ایجاد خواهد شد که فرد میتونه مریض بشه، به پزشکا هم به هر حال استراحت بهش میدن، شوکسکرینینگ میتونه بگیره، فرلدار لیدیهت میتونه فرد بگیره، منتها درآمدش هیچ وقت نباید حتی از بابت شوکسکرینینگ، وقتی بیماره به هر حال درصدی از درآمدش پایین میاد، اون درصدی که در واقع حقوقش میشه اون نباید هیچ وقت زیر 13000 کرون باشه. اگه بشه بله مشکل پیش میاد. در مورد نوشتن که در مورد اقامت ازدواجی تصمیمی هنوز گرفته نشده و هنوز تابع مقررات قبلی خواهد بود. در مورد چرا دیگه قانونی که از تابستان پارسال در واقع پرمننت شد، دائمی شد، شرط امرار معاش رو در اونجا به صورت قانونوار دست اومد. قبلا قانون موقت بود، الان دائمی شده. اون شرط امرار معاش گذاشته میشه که خب اون سفت و سخت سر جاش هست. منتها همین هر فردی که عرض کردم که اقامت دائم میخواد کسب بکنه باید خودش شخصا شرط امرار معاش رو داشته باشه. درآمد از طریق استخدام شدن، وارکت آنستندینگ، یعنی درآمدی که ثبات داشته باشه حداقل به مدت دو سال آینده، و یا از طریق تأسیس شرکت و شرکت داری و داشتن مسکن مناسب. همینطور که عرض کردم خانواده قاعدتا با هم میتونن زندگی کنن و طبیعیه که دو سه نفر با هم زندگی میکنن هزینه خونه بین اینا تقسیم میشه. و بله، فردی که در واقع اداره مهاجرت الان این رو به همه کاتگوری ها تعمیم داده و فردی که به هر اقامت موقتی داشته باشه بخواد اقامت دائم کسب کنه باید که خودش شخصا بتونه امرار معاش بکنه. و کسایی که پرونده ای رو فرستادن و هنوز تصمیم گیری نشده در شامل قوانین جدید در صورت میشن. بله. دوستی نوشتن میخوام لطف بفهمید که اگه امکان داره آقای رستمی توضیح در مورد انتقال ارثیه از ایران با بگن که با چه ارگانی در اینجا باید تماس گرفته بشه. انتقال ارث منظور احتمالاً پول نقد دیگه، چون چیزی دیگه رو نمیشه انتقال داد اینجا. البته میشه مثلا نمیدونم فرش و تابلوهای گران قیمت اینا، خب بحث دیگه، ولی اون چیزی که مشکله در واقع مشکل سازه انتقال پول نقد از ایران به اینجاست که در واقع از نظر مالیاتی ما مشکلی نداریم. یعنی در سوئد فرقی نمیکنه، فردی که سوئدی است یا مقیم سوئده، حتی از خارج هم بهش ارث میرسه، این ارث شامل مالیات بر این ارث شامل نمیشه. بنابراین از نظر مالیاتی مشکلی نیست و لازم نیست به اداره مالیات اطلاع بدید، اما خودش اینو کنترل خواهد کرد. ولی مشکلی وجود نداره، مانع قانونی وجود نداره، منتها مسئله اصلی تحریم هست و مسئله اصلی ارتباط بانکی که بین ایران و سایر کشورها وجود داره. این رو من هیچ توصیه‌ای ندارم، متاسفانه این گونه. سپاسگزارم. دوستی در مورد اقامت موقت 3 ساله سوال کردن، نوشتن آیا برای اقامت دائم شرایط خاصی میخواد و آیا میشه از طرف اداره کار استخدام شیم، یعنی کمک هزینه استخدام بگیریم؟ تاثیر داره برای دائم شدن؟ بله تاثیر منفی داره، یعنی اینکه افرادی که نوع اقامت موقت دارند و میخوان درخواست اقامت دائم بکنند شرط امرار معاش هست، یعنی که کار باید داشته باشند و این کار از طرف سوبسیدهای دولتی ایجاد نشده باشه، بلکه کار البته اونم کار واقعیه، ولی خب از حقوق ایشون نباید شامل سوبسید دولتی باشه، باید کارفرما خودش این رو تقبل بکنه. باشه. دوستی یک متن رو نوشتن که میگراخون اووردومستولن میدلار اینت پروونینگز تیلستوند میگراخونز دومستولن آویورند استور در فور فست.
خیلی کوچیکه و خیلی ریزه، من نمیدونم در اصل نمیشن. چطور میشه از این تصمیم شکایت کرد؟ از تصمیم دادگاه عالی نمیشه شکایت کرد، تصمیم دادگاه عالی مرجع نهایی و از این نمیشه شکایت کرد. سپاسگزارم. سلام آقای نازدی، میشه اگر بعداً مشکلی وجود داشته باشه، فرد میتونه بر اساس اون مشکل درخواست جدید بفرسته به اداره مهاجرت، ولی از اون تصمیم دیگه نمیشه شکایت کرد تا کی بالاخره یه جای باید تموم بشه. دقیقاً. دوستان اگر کسی با ویزای قانونی بیاد اروپا و بعد درخواست پناهندگی بده چی میشه؟ اگه نمیشود چه مقدار باید صبر کرد و بعد درخواست پناهندگی داد؟ منظور اینه که مثلا با ویزای یونان بیایم به سوئد بخوایم درخواست پناهندگی بدیم. افرادی که ویزای شنگن دارن از یک کشور دیگری و میخوان بیان در سوئد درخواست پناهندگی کنن، شامل کنوانسیون دابلین میشن و این افراد باید در واقع اون کشوری که ویزا صادر کرده مسئول رسیدگی به درخواست پناهندگی. منتها در اینجا استثناهایی وجود داره. یه دو تا استثناء در این مورد میشه ازش اسم برد. یکی این که در واقع سه تا، یکی این که فردی که ویزا داشته اگر 6 ماه از اعتبار ویزا بگذره و بعد فرد درخواست پناهندگی کنه، خب اون موقع سوئد مسئول رسیدگی درخواستشون خواهد بود. و یا اگر نه، در از اون 6 ماه فرد بیاد درخواست پناهندگیش رجیستر بکنه و اداره مهاجرت متوجه بشه که فرد در یک کشور دیگه ویزا صادر کرده و کشور شنگن دیگری ویزا صادر کرده، خب اون فرد از تاریخی که کشور صادر کننده فرد رو قبول میکنه 18 ماه پرسکوپونستید داره. یعنی فرد این تصمیم اخراجی اگر 18 ماه در عرض 18 ماه به اجرا گذاشته نشد، فرد دوباره میتونه درخواست پناهندگی بده و درخواست رسیدگی بشه. افرادی که اینجا یه مقدار فرق هست بین اقامت و ویزا، بنابراین این باید یه ذره تفکیک قائل بشیم روی این موضوع. یک دوم این که افرادی که زیر سن هستن و در یک کشور شنگنی درخواست پناهندگی میکنن، اگر اون کشور درخواست پناهندگی اینها رو رسیدگی کرده و تصمیمی نگرفته و در اون دوران از آلمان به عنوان مثال میان در سوئد درخواست پناهندگی بکنن، اون موقع این کودک بدون سرپرست تنها رو به اون کشور دیگر آلمان در این حالت سوئد اخراج نمی‌کنه، بلکه سوئد مسئول رسیدگی خواهد بود. این هم یه استثنایی است که وجود داره. بسیار سپاسگزارم. با درود به شما. اگر کسی بعد از رد شدن پناهندگی و درخواست ویزای کاری بگیره، میتونه همسر و فرزند خودش رو به سوئد بیاره؟ افرادی که پناهجو بودن و کار میکنن و در اقامت کاری کسب میکنن، طبیعتاً یا همون موقعی که درخواست اقامت میکنه تمام اعضای خانواده یکجا درخواست میگن، و یا بعد از اینکه خود فرد اقامت گرفت اینجا میتونه خانوادش هم درخواست اقامت بده. بله، در پیشنهاد جدیدی که وجود داره شرط امرار معاش برای این گروه هم گذاشته شده، یعنی فرد درآمدش باید اندازه‌ای باشه که کفاف زندگی خودش و اعضای خانواده‌اش هم بتونه بده. ببخشید من تونتون میپرسم برای اینکه چند دقیقه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده. دوستی نوشتم من اقامت پناهندگی گرفتم، ارث به من رسیده، من میخوام اینجا خونه بخرم ولی کار نمیکنم و پول از اداره بیمه میگیرم. اگر بخوام میتونم خونه بخرم یا باید حتما کار داشته باشم؟ به خاطر آویفت خونه من اتابلرینگ میگیرم. اتابلرینگ که داده میشه و از یه حقوقی که داده میشه. و این اون حالا من در این مورد وارد نیستم که انواع اقسام اشتنینگ ها در آمد ها وجود داره که رفت پیدا میکنه به ثروت، اموال و درآمد از سایر جهات. بنابراین اگر اون مرجعی که به شما این مبلغ رو ماهانه پرداخت میکنه شرط گذاشته باشه که شما اموال و دارایی درآمد جای دیگه‌ای نداشته باشید، یعنی این شرطه که اگه اموال داشته باشید این کم میشه، خب طبیعتاً وقتی شما هیچ درآمدی نداری، یه موقعی خونه 5 میلیونی می‌خرید، خب این سوال پیش میاد که این از کجا اومدن. به هر حال امکان داره که اون تأثیر بذاره. بله، اوکی. سپاسگزارم. دوستی نوشتن که من و همسرم از کشور افغانستان و شهروند سوئد هستیم. در حال حاضر مادرم در کشور ایران ساکن هستن. آیا کدام راهی هست که مادرم را به کشور سوئد بخواهیم به عنوان اینکه از دو پسر کوچکمان نگهداری کند؟ سن مادر من 63 سال است. فقط صرفا به خاطر نگهداری فرزند نوه به آدم به کسی اقامت داده نمیشه. بنابراین به خاطر پیوند خانوادگی به پدر و مادر اقامت داده نمیشه. نه، متاسفانه همچین موردی وجود نداره.
بارها قبلا در این مورد صحبت کردیم، قانون کماکان همونه، هیچ تغییری در این مورد به وجود نیومد. سپاسگزارم. در مورد جوابهای منفی اداره مهاجرت در مورد ایرانی ها با حساب اینکه کلی مدارک از جمله شرکت در تجمعها، مصاحبه با تلویزیون و غیره و غیره، اداره مهاجرت میگوید برای ما اثبات نشده که جان شما در خطر است و حکم اخراج میدهد، با این مورد را چگونه به اداره مهاجرت باید توضیح بدیم که ما بعد از اخراج طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه میشیم و این یعنی زندان و اعدام؟ به هر حال تشخیص متاسفانه با اداره مهاجرت و اونا هستن که تصمیم گیری میکنن و خب از این تصمیم میشه به دادگاه مهاجرت شکایت کرد و اونا هم برای این مورد رو بررسی میکنن. فردی که امنیتش جونش در خطره بر اساس فعالیت‌های سیاسی اینجوری که شما مطرح می‌کنید، به هر حال می‌تونه اقامت بگیره، ولی خب این کافی، تنها اینو فعالیت‌ها کافی نخواهد بود، بلکه اون ریسکش که در واقع صحبت میشه اون باید به هر حال به اثبات برسه و تشخیص اون با اداره مهاجرت. یه سوالیه من میخونم، اگر که مایل نیستین جواب ندین. اوکی آقای رستمی، دوست نوشتن: سلام، من با ویزای شنگن به اسپانیا اومدم، درخواست پناهندگی در اسپانیا ندادم، الان تو سوئد هستم و میخوام تو سوئد درخواست پناهندگی بدم، آیا باید خودم رو 6 ماه پنهان کنم بعد معرفی کنم، یا اینکه اول معرفی کنم بعد 6 ماه پنهان کنم؟ 18 ماه در واقع 18 ماه. هر دو حالتش امکان پذیر هست، که یعنی همون سوال جواب سوال قبلی بود که چه استثناهایی وجود داره. استثناها همون هستن که این فرد خودش درست متوجه شده. بله. دوستی نوشتن: الان 3 سال است از درخواست تابعیت ما گذشته، جواب نگرفتیم، چقدر باید صبر کنیم؟ من براشون جواب نوشتم تا جواب بیاد. شما نظرتون راجع به جواب؟ بله، ولی مدت انتظار طولانی متاسفانه همینه. بله. یعنی کمکی هم به اون صورت نمی‌کنه. یک موردی هست که میشه درخواست داد که این پرونده سریع‌تر بررسی بشه، ولی خب از بس متقاضی در اون بخش هم زیاد شده که در اون خودشم باز طول میکشه. آقای رستمی، چون چند ثانیه به پایان برنامه بیشتر باقی نمونده، از شما بسیار سپاسگزارم به خاطر برنامه امروز. آرزو موفقیت دارم و امیدوار هستم که هفته آینده هم بتونیم در کنار شما باشیم. حتما، خیلی خیلی ممنون از شما. پیروز باشید. دوستان عزیز شنوند